به نام خدا، سلام. در ادامه مجموعه آموزشی وین دیویجی در یوزر مود، مبحثی که امروز قرار در موردش صحبت بشه مبحث مربوط به پروسس هاست. در این مبحث قراره به دو تا دستور بپردازیم که دستور اول دستور دات تی لیست است. این دستور لیست کل پروسس هایی که رو سیستم شما در حال حاضر در حال فعالیت هستن رو به شما نشون میده. ولی دستور دوم که یه دستور خیلی خیلی مهمتری به حساب میاد، مخصوصا برای کسایی که علاقه من به تحلیل بدافزار هستن یا علاقه من به نوشتن شل کد هستن، دستور بنگ پب هست. پب یا پروسس انوایرمنت بلاک یک دیتا استراکچری هست که یه سری داده ها یا در مورد ساختار و رفتار هر پروسس به کاربر، به کسی که میخواد اون پروسس رو تحلیل کنه، ارائه میده. اگه خیلی علاقه من هستین در مورد این ساختار داخلی پپ بدونین، میتونین به کتاب ویندوز اینترنالز مراجعه کنین که آخرین نسخه حال حاضرش هم نسخه 7 هست. خب حالا وقتش رسیده که یه دموی با هم دیگه از بررسی این دستورات داشته باشیم. خب تو این دمو قصد داریم تا روی این تیک کد با هم دیگه کار کنیم. یه تیک کد خیلی ساده که یه پیغام هلو 7 دیدم یه شاب میکنه و با گچه منتظره که برنامه‌مون بسته بشه. من برنامه رو اجرا میکنم. اگه خاطرتون باشه دستور اول دستور دات تی لیست بود که لیست پروسس هایی که در حال حاضر در سیستم ما فعال هست و به ما نشون میده که خب اون خیلی شاید دستور فعلا واسه ما خیلی دستور مهمی به نظر نرسه. اما دستور بعدی که خیلی دستور پر اهمیتی به نظر میرسه بنگ پی ای بی هست. با دستور بنگ پب اطلاعاتی در مورد ساختار داخلی و رفتار یک پروسس به ما داده میشه. مثلا اینکه آدرس فایل چیه، تایم استمپش چیه، با چه کامند لاین اجرا شده، کالین دایرکتوریش برای اون پروسس کجاست و این سری اطلاعات اضافه در دیگه‌ای که شما در تصویر میبینید. اما ما به عنوان یه پروژه‌ای که بخوایم باهاش کار کنیم و به عنوان یک پروژه شاید بشه گفت تفریحی، میخوایم با ساختار پپ یک مقدار بیشتر آشنا بشیم و یک سری اطلاعات ریزی و مثلا به عنوان نمونه چه DLL هایی در یک در واقع چه موجول هایی در یک نرم افزار لود شده رو با هم دیگه با استفاده از ساختار پپ به دست بیاریم. قبل از اون من دستور DT رو معرفی میکنم که با استفاده از دستور DT شما میتونین دیتا استراکچر یک متغیر رو ببینیم. مثلا ما حالا اینجا با در واقع دیتا استراکچر پب آشنا شدیم، میخواییم با استفاده از دستور DT جزئیات این دیتا استراکچر با هم دیگه ببینیم. دوستان این دستور DT underline PEB رو تایپ میکنم و در واقع میشه گفت underline PEB یک دیتا استراکچر که معمولا با underline نشون داده میشه ولی کیس سنسیتیو نیست. شما تو معروف کوچیکم بنویسید و هیچ مسئله ای نداره. اگه این دستور رو بزنم شما لیستی از اطلاعاتی که پب به ما میده رو در تصویر مشابه میکنه که یک سری اطلاعات خیلی کامل و جامعی هست که ما خیلی وارد جزئیاتش نمیشه. من اگه دستور پب رو دوباره بزنم در کنار اطلاعاتی که از این پروسس، شما دستور پب رو در هر پروسس بزنید، اطلاعاتی که چاپ میشه مربوط به اون پروسسه. این نکته دارم تاکید میکنم چون اگه شما در حالت کرنل مود بخواید در واقع دیباگینگ رو انجام بدین، اونجا مجبورین که تا نام پروسس هم بنویسید، ولی در اینجا اینطور نیست. من دستور بنگ پب رو دوباره زدم، این آدرس پب ما در این نرم این در واقع دیباگی هست، یعنی این نرم افزاری که ما داریم دیباگش میکنیم هست. مگه دوباره دستور DT underline pep رو
این بار با است... با در واقع با استفاده از این آدرس بزنم، یعنی این داستان آدرس هم در نظر بگیرم، میاد تطبیق میده که کلیه اطلاعاتی که ساختار پب داره رو تطبیق میده با این آدرس، و این آدرس ها در واقع اطلاعاتش داخل این دیتا استراکچر میذاره. خب اگه نگاه کنین دیگه فقط ساختار داخلی پب رو به ما نشون نداده، و ساختار داخلی پب رو با استفاده از این آدرس که میشه پب نرم افزار ما اینجا داره به ما نشون میده. و من میخوام حالا به عنوان یک کار پروژه تفریحی بخوام کلیه DLL هایی که در کلیه ماژول هایی که در این نرم افزار ما لود شده رو با استفاده از ساختار پب استخراج کنم، که البته اگه خاطرتون باشه دست استادش همون LM بودی که خیلی راحت میشد به دست آورد. ما یه ساختاری داریم در داخل پب که یه بخش وجود داره به نام، یه فیلدی به نام وجود داره به نام LDR، که LDR هم خودش از یه سری زی فیلد های دیگه تشکیل شده که اونجا میاد لیست میده به ماژول هایی که در نرم افزار ما لود شده هستن. خب من اگه بخوام وارد این موضوع بشم دوباره دستور DT رو میزنم، البته میتونم مستقیم رو همین LDR کلیک کنم که این زیر هم به صورت هوه شما داریم میبینیم که اگه من روش کلیک کنم چه دستوری اجرا میشه، ولی خب من خواهم کار سخته رو اجرا کنم و خودم دستی تایپش کنم. میگه که دیتا استرکچر هم اینه، من دیتا استرکچر رو جلوی DT وارد میکنم و میگه آدرس هم این هست، آدرس هم اینجا وارد میکنم. وقتی اینو بزنم همونطور که تو تصویرم یه بار دیگه با هم دیگه مشاهده کنیم، لینکس و اینیشیالایز رو اسس هندل و موارد مختلف دیگه میاره که همون چیزی که ما تو تصویر دیده بودیم. چیزی که واسه ما مهمه این مموری اوردر ماژول لیست هست، که اگر نگاه کنیم با عنوان نمونه تو مورد اول اینجا که با آبی پررنگشون داده شده به صورت یک لینک لیست دو طرفه مشاهده میکنیش، که در واقع به ماژول، هر ماژول به ماژول بعدی که تو این نرم افزار لود شده با اف لینک اشاره داره و با بک لینک هم به ماژول قبلیش اشاره داره، ولی ما این بنفشه رو میخوام با هم دیگه فعلا بررسی کنیم. خب اگه نگاه کنیم بنفشه میشد این مموری اوردر ماژول لیست که آدرس اول آدرس اف لینکمون میشه و آدرس دوم آدرس بک لینکمون میشه. یه ساختار دیگه هم وجود داره به نام، چون میخوام تک تک درایه های این مورد این لیست رو بررسی کنیم، قبلش هم ما بیایم ساختار LDR Data Table Entry رو با هم دیگه مشاهده کنیم. اگه نگاه کنیم این ساختار پب ال دی ار دیتا مونه و اینم ساختار ال دی ار دیتا تیبل اینتری مونه، من هر اینتری از این لیستی که ما میخوام نمایش بدیم. ما یه سری لیست ها، یه سری در واقع فیلد های مشترک اینجا میبینیم، مثل این اوردر لینکس یا این مموری اوردر لینکس یا این اینیشیال از اوردر لینکس، که اینجا ما داریم مشاهدهش میکنیم. یه نکته که خیلی واسه ما مهمه، اگه ما بخوایم تک تک این لیست ها رو طبق همون شکل با هم دیگه پیش بریم با اف لینک، این باید داده که بهمون نشون بده اینه که من بزنم دیتا در واقع دی تی من اگه اینو بزنم توقع داریم که در واقع اسم ماژول رو واسه ما چاپ کنه، ولی چیزی که مشاهده میکنیم یک مقداری داده ها به هم ریخته شده هست. ما تو فول DLL name فقط در واقع میشه گفت base DLL name رو داریم نگاه میکنیم، تو base DLL name هم نمیتونیم آدرس رو درست دریافت کنیم، در واقع اسم DLL رو درست دریافت کنیم. نشون میده که احساس میشه که یه خود شیفت پیدا کرده به سمت چپ، یعنی داده هایی که باید به فرض تو بیس دی ال ال نیم نشون بده اومده تو فول دی ال ال نیم داره به ما نشون میده. اگه ما بیایم این دو تا ساختار رو با هم دیگه بررسی کنیم، یعنی ساختار پپ ال دی ار دیتا
و ساختار DTL یا Data Table Entry. همونطور که گفتم ما یه سری فیلد های مشترک اینجا داریم که این فیلد ها به ما این کمک ها احتمالا میکنه که ما بتونیم به داده های درستمون برسیم. این مموری اوردر ماجول لیست و این مموری اوردر لینکس هر دوتا به یه آدرس دارن اشاره میکنم، ولی چون اینجا ما یه 8 بایت آفست داریم نسبت به اول کارمون و همین خاطر داده هایی که ما تا الان میدیدیم داده های درستی نبود. من اگه بیام دوباره دستور قبلی رو اجرا کنم و دستور به صورت اشتباه دارم اجرا میکنم، میبینیم که این آدرس ها آدرس های اسامی درستی نیست که داره به ما نشون داده میشه. اینجا ما حتی در واقع میشه گفتش که نمیتونیم به ماژول بعدی تو F-Linkمون اشاره کنیم. و همین خاطر من دوباره میام اینجا و یه منهای 8 اولش مینویسم. اگه دقت کنیم میبینیم که هم فول دی ال نیممون درست اومده و هم بیس دی ال نیممون و هم اشاره گر به آدرس بعدی. خب من میخوام این دور رو ادامه بدم. اگه دقت کرده باشیم اینجا یه لوپی باید تشکیل بشه، یعنی من اگه بخوام ایتریت کنم به تک تک این ماژول ها و آخرین اف لینک رو صدا بزنم باید برگرده دوباره به اولین ماژول من برسه. و من میخوام این لینک رو ادامه بدم که آیا واقعا همچین لوپی اتفاق میفته یا نه. من دستور دوم رو اجرا میکنم ولی این بار با اف لینکمون که اشاره کرد به ماژول بعدیه. وقتی این دستور اجرا میکنم آدرس انتی دی ال ال بهش میرسم، دوباره اجرا میکنم با آدرس بعدیمون به کنل 32 رسیدم به کنل بیس رسیدم. حالا ما این تک تک موجول ها رو پشت سر هم داریم بررسی میکنیم تا ببینیم که آیا این لوپ تشکیل آخر میشه یا نه. همچنان یه افلینک این دیگه افلینک دیگه هم اینجا وجود داره، من بازم میزنم. و اگه دیده باشین دوباره رسیدیم دقیقا به همون موجول اولی که ما داشتیم با هم دیگه بررسی میکردیم. حالا شاید بگیم شاید این راه حل خیلی سختی باشه برای اینکه ما بتونیم لیست موجول هایی که در این نرم افزار لود شده هست و به دست بیاریم. بله کار خیلی سختیه، ولی خب مثلا تو شل کد نویسی یا تو تحلیل بدافزار یا موارد این چنینی خیلی از این موارد استفاده میشه.